سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای حمیدرضا شاه‌آبادی نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات کودک، نوجوان، بزرگسال و تاریخ، به کتاب باز خیلی خوش اومدید. ممنونم، خوشحالم که پیش شما هستم و باهاتون صحبت میکنم. ارادتمندم. آقای شاه‌آبادی، حوزه کودک چه وظیفه‌ای داره؟ کتاب‌های حوزه کودک باید چه کاری را انجام بدن؟ خب ببینید، این برمیگرده به فلسفه ادبیات کودک. اینکه میفرمایید که وظیفش چیه، باید ببینیم که اصلا ادبیات کودک چرا به وجود میاد. حالا شاید اگر بخوایم بحث رو بهتر شروع بکنیم، اول مثلا از مفهوم کودکی بخوایم شروع کنیم که بدونیم کودک کی هست. ولی خب حداقل میتونیم به این اشاره بکنیم که ما معتقدیم بچه‌ها در دوران کودکی از وجهی از شخصیت خودشون بهره‌مندن که یک بچه کاملا فطریه و اسمش رو میذاریم معصومیت. این معصومیت در آغاز با همه کودکان دنیا هست و هر بچه‌ای که متولد میشه با اون معصومیت اولیه فطری خودش پا به دنیا میگذاره. خب به مرور این معصومیت تغییر میکنه و در مواجهه با تجربه قرار میگیره. یعنی تجربه های زندگی آروم آروم روی این معصومیت تاثیر میگذارن. ببینید، ما مثلا خودمون خیلی پیش میاد که وقتی با هم صحبت میکنیم در مورد کودکی خودمون صحبت میکنیم، در مورد کودکی دیگران، با یک حس نوستالژی که میگیم آه چقدر کودکی خوب بود، کاش ما همچنان بچه بودیم. بچه‌ها ببین چقدر مهربونن، چقدر خوبن، چقدر با هم دیگه خوب تا میکنن، چقدر راحت مثلا اون چه که دارن با هم دیگه تقسیم میکنن، کاش که همه مثل بچه‌ها بودن. خب این رو قطعش بکنید، یه مدت بعد داریم در مورد یه نفر صحبت میکنیم، میخوایم بگیم که آدم مثلا بدیه یا آدم ناتوانیه یا آدم ناآگاهیه، میگیم اون رو ولش کن بابا بچه است. چه تفاوتی بین این کودکی و اون کودکی وجود داره که یکیش برای ما خیلی خوبه ولی دیگری مذمومه؟ اینجا بستر این هستش که ما از یه جایی از کودک توقع داریم که در مواجهه با تجربه هایی که در زندگی آروم آروم کسب میکنه از اون معصومیت خودش دور بشه و تبدیل بشه به یه آدم بزرگسال. یه کودک ممکنه که تو همون سنین پایین وقتی یه شکلات دستشه، یه بچه بیاد بهش بگه که مثلا شکلاتت به من میدی، بلافاصله بهش بده، یا نصفش بکنه، نصفش رو خودش بخوره، نصفش رو اون بخوره. اما آروم آروم میاد با یه تجربه مواجه میشه که بهش مفهوم دارایی رو یاد میده. این مال منه، این مال اونه. خب بعد وقتی که رسید که دوبار از یه نفر شکلات خواست و طرف گفتش که نه این مال منه، به تو نمیدم، فکر میکنه پس این شکلات خودش هم مال خودش، به دیگری نباید بده. این اتفاق اتفاق خوبی های صحت؟ ببینید، این اتفاقی که شما مثال زدید نه، ولی با یک مثال نمیشه گفت که کلن، یعنی درباره کلیتی نظر داد. حرفتون درسته، ولی من میخوام زوم بکنم روی یه موضوعی و لاجرم دارم از همین مثالی که میزنم استفاده میکنم. خب ما میبینیم که اون بچه اون بخشندگیش دیگه از بین میره، احساس میکنه که یه مفهومی اینجا به اسم دارایی هست، این مال منه و من باید صفر نگهش دارم. ما تو ادبیات کودک باید به این بچه یاد بدیم که هم مفهوم دارایی رو بفهمه، از دارایی خودش محافظت بکنه، نذاره دیگران بهش دست اندازی بکنن، در این حال اگر لازم شد این دارایی رو با دیگران هم تقسیم بکنه به شکل آگاهانه، نه اینکه بیان از چنگش به شکل ساده لوحانه ای ازش بگیرن. خب اینو که باید به بزرگسال هم آموزش بدیم. دقیقاً. یعنی تفاوتی نداره، این حرف هم برای کودک واجبه، حالا شاید توی کودک نهادینه بشه و عمیق‌تر، ولی این حرفی که منم باید یادم باشه و بدونم. مسلماً همینطوره. وقتی ما داریم بچه‌ها رو بزرگ می‌کنیم، داریم با یک نسل آینده خوبی فکر می‌کنیم، به انسان‌های بزرگسال سالمی فکر می‌کنیم که در واقع از تمامی ویژگی‌های خوب یک انسان کامل بهره‌مند باشن. البته این معنیش نفی دوره کودکی نیست، چون در گذشته نگرش آموزش و پرورش این بود که ما بچه‌ها رو در کودکی هر چی می‌تونیم زجر بدیم، آزارشون بدیم، این کودکی فقط باید به آموزش و تعلیم و اینها بگذره، در آینده اینها انسان‌های بزرگی بشن.
ولی امروز میگیم نه، کودکی را هم باید جدی گرفت، بچه ها در دوران کودکی خودشون هم باید لذت ببرن، باید شاد باشن، باید تفریح بکنن، از لحظه لحظه عمرشون استفاده کنن، اما یادمون نمیره که اینا قراره در آینده بزرگ سالان ارزشمندی باشن. کار ادبیات کودک اینه که این معصومیت اولیه رو تبدیلش بکنه به یه معصومیت نظامیافته در مرحله دوم، تبدیلش بکنه به یه معصومیتی که شکل ثانویه ای داره و کمک میکنه که یه انسان همچنان که کودک هست و ویژگی های ارزشمند کودکی خودش رو حفظ کرده، حالا بزرگسال خوبی هم باشه، بتونه در جامعه بزرگسالان خیلی خوب زندگی بکنه. این بفرمایید. حتی فکر میکنم که این فلسفه آموزش پرورش هم هست که در حوزه تعلیم و تربیت ما به دنبال این هستیم که معصومیت اولیه رو تبدیلش بکنیم به یک معصومیت نظام یافته. این رو مثلا روانشناسایی مثل مازلو هم میگن. مازلو وقتی که میاد اون نیازهای انسان رو تو اون هرم معروف خودش تعریف میکنه، وقتی که میرسه به رأس هرم، به اون شکوفایی شخصیت، از مرحله بعد، از مثلا مرحله بعد از اون رو با عنوان معصومیت نظام یافته یاد میکنه. آیا میشه گفت یه سری حرف هایی وجود داره برای انسان ها، برای کودک، برای نوجوان، برای بزرگسال، حالا تازه بزرگسال در تمامی رده های سنی، جوان، میان سال، سال خورده، که ما در ادبیات کودک باید به زبانی که کودک راحت تر ارتباط برقرار میکنه اون حرف ها رو بزنیم؟ چون حرف ها برای انسان هاست دیگه، اینکه بخشنده باش، اینکه نمیدونم سخی باش، اینکه غنی باش، اینا برای همه انسان ها در هر سنی، ولی حالا لزوم من بعد این نیست که به شکل پیچیده بگیم، ساده شدهش رو برای کودکان هم بگیم. خب شما دست گذاشتین روی یک موضوعی و یک اصطلاحی رو به کار بردین که من باش خیلی مشکل دارم. آها، چی بود؟ ببینید، یه تصور وجود داره در مواجهه با کودکان که میگه کودکان بزرگسالان رشد نیافته هستن. یعنی همه ویژگی های بزرگ سالان به شکل رشد نیافته در کودکان هست. بزن یه مثال براتون بزنم. عکسای دوره قاجار رو دیدین؟ بله بله. توی عکسای دوره قاجار یه مردی میبینید که یه کت و شلوار خاصی پوشیده، یه کلاه خاصی هم سرش، کنارش یه پسر بچه 4-5 ساله هست، همون کت و شلوار و همون کلاه تنشه، منتها توی سایز کوچیک‌تر. این حکایت از یک در واقع نگرش میکنه. کودک همون بزرگساله، ولی رشد نیافته، سایزش کوچیک‌تره. امروز توی حوزه لباس بچه‌های ما این بزرگترا لباس نمی‌پوشن، لباس‌هاشون ماهیتاً متفاوته. تفاوت لباس بچه‌ها با بزرگسالان تفاوت ماهویه، تفاوت کمی نیست، تو اندازه و سایز نیست. این رو امروز همه ما تو لباس پذیرفتیم، ولی تو مثلا ادبیات نه. نه، من کاملا با شما هم عقیدم، کاملا. من در اشاره کلان گفتم، من که فکر میکنم حتی برای بزرگسال هم میتونه لباس به شکل واحدی نباشه، هر که هر جوری که دوست داره، حالا تابع یه قوانین کلی هست، ولی در کل این که ما بگیم این رو بپوش، این رو نپوش. نه، بس لباس من از این منظر نمیگم. ببینید، من دارم میگم لباس بچه‌ها رو ما پذیرفتیم که تفاوتش با حتی لباس بزرگسالان هم پذیرفتنیه. آره. که شکلای واحدی نداشته. آره. من بحثش شکل واحدی، ماهیتش هم میتونه ماهیتش متفاوت باشه. حالا ببین، توی ادبیات بعضیا همچنان معتقدن که تفاوت کودک و بزرگسال تفاوت کمیه. میگه آقا هر متنی که برای بزرگسالان مناسبه، این کلمه ساده رو که به کار بردید من تحریک شدم به این قضیه، سادهش بکن، خلاصش بکن، کلمه‌های سختش رو معنی بکن، کوتاهش بکن برای بچه‌ها مناسبه. شکل دیگه، جهان دیگه. تفاوت جهان کودک و بزرگسال خیلی زیاده. میشه کمی درباره این تفاوت هم برای کودک، برای این تقسیم بندی کودک و هم نوجوان توضیح بدید؟ ببینید، کودک یه مفهوم ذهنیه، یه پدیده بیرونی نیست. ببینید الان مثلا این کتابی که روی میزه یه پدیده بیرونیه. من میتونم برای شما قد و اندازش رو بگم، رنگش رو بگم، تمام ویژگیاش رو بگم، شما به من بگید کتاب، من برای شما تعریف میکنم کتاب چیه. اما وقتی با یه پدیده ذهنی مواجهیم، این پدیده ذهنی توی ذهن هر کدوم از ما متفاوت و هر کدوم از ما یه تعریف خاصی ازش داریم.
تو حوزه های فرهنگی خیلی کلمه ها هستن که ما راحت اونها رو تبادل میکنیم، با هم دیگه در موردش حرف میزنیم بدون اینکه معنیشون رو بدونیم. یعنی الان از من و شما داریم در مورد فرهنگ حرف میزنیم، شما ازم بپرسید فرهنگ چیه، من ممکنه که نتونم درست جواب بدم. بله. گیر میکنم تعریف فرهنگ چیه، شاید ساعت ها بخوایم با هم راجع به اینکه فرهنگ اصلا چی هست راجبش حرف میزنیم. داریم راجب کودک حرف میزنیم. به من از شما سوال میکنم کودک کیه؟ شما الان مثلا به من میگید که بچه های بین سن مثلا 3 تا 12 سالگی رو ما بهشون میگیم کودک. من به شما میگم به یک جامعه فکر کنید که اصلا توش سن معنی نداره. میدونید در دوران باستان سن یه چیزی بود که مردم از هم مخفی میکردن، مثل اسم. یعنی تصور این که شما اسم یه نفر رو بدونید باعث میشد که احساس بکنیم که شما دارید روی اون فرد تسلط پیدا میکنید. عجب. سنش رو هم بدونید همین. مثلا وقتی جنگ رستم و سهراب اتفاق میفته، پهلوانا اون موقع اسمشون رو به همدیگه نمیگفتن. یعنی اگر رستم میدونست که یه نفر به اسم سهراب داره میاد باهاش به جنگه، که نمیرفت به جنگه باهاش، که با پسرم میرفت بغلش میکرد. ولی نمیشناسن. چرا؟ چون این پهلوان فکر میکنه که اگر اونو بشناسدش روش تسلط پیدا میکنه. حتی در مثلا بعضی اقوام رسم بوده پهلوانا چهره هاشون رو هم میپوشوندن که شناخته نشن. این شناختن یک بخشی از تسلط بود. سن هم همینجور بود. خب پس سن رو پاک کنید. حالا کودک دیگه کیه؟ مثلا شما تصور بکنید توی یک جامعه روستایی بدوی یک گروهی دارن زندگی میکنن، خانواده ها اصلا سواد ندارن، خوندن نوشتن بلد نیستن، بعد چیزی به اسم سن و تقویم و سال و ماه هم براشون معنی نداره. شاید مثلا تا 4 تا روستا اون برتر خودشون رو هم ندیدن و نمیدونن. یه بچه‌ای به دنیا میاد، این بچه به دنیا خانواده فقیری هم هستن، به مجرد اینکه مثلا 3 سالش میشه 4 سالش میشه میره توی روی زمین شروع میکنه به کار کردن، حتی ممکنه تو سنین پایینتر کارهای دیگه هم بهش بسپارن. سری میشه یه نیروی کار. پدر این بچه میگم سواد نداره، بلد حرف بزنه، 4 تا ضرب‌المثل بلده و همین. این بچه مجرد این که اندازه پدرش تونست حرف بزنه 4 تا ضرب‌المثل رو هم بلد باشه، با پدرش فرقی نمیکنه. پدرش هم کار میکنه، اینم کار میکنه، اینم حرف میزنه، اونم حرف میزنه. تفاوتی بین اینا هست؟ تفاوت که هست. از چه جهت؟ از لحاظ نیروی کاری که انجام میده. جسمشو دارید میگید. باز همون نگاه کمیه. میبینید؟ باز تفاوت کمیه. ما داریم راجع به یه موضوع ماهوی حرف میزنیم. تجربه شون هم با هم متفاوته. تجربه توی یه روستایی که مثلا 20 خانوار داره چقدر میتونه زیاد باشه؟ ببین حتی اگر بگیم که مثلا قراره که گوسفندی رو ببرن به صحرا و این گوسفند بیمار بشه، کسی که تا به حال بر 9 بار با اون گوسفند بیمار مواجه شده با کسی که 1 بار مواجه شده نحوه عملکردش متفاوت خواهد بود. خب من این حرف شما رو قبول میکنم، ولی قبول دارید که این خیلی حجم محدودی از اطلاعات رو در بر میگیره؟ هم بله هم نه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که شما بگین حجم محدود، بله حجم محدوده، ولی برای اون زندگی که شما اومدید به صورت مثالی برای من ساختید و همه چی محدود کردید، در قالب اون زندگی این تجربه بزرگیه. تجربه بزرگیه، ولی به این فکر بکنیم که این بچه واقعا تفاوت زیادی نداره. به خاطر همینه که میگیم مثلا کودک وجود نداره. میدونید؟ یعنی میخوایم به این نتیجه برسیم که مفهوم کودکی یه مفهوم ذهنی زایده دوران مدرنه. وقتی که پدر این بچه اطلاعاتش خیلی زیاده، چاپ اختراع شده، کتاب هست، کتاب زیاد خونده، خیلی سواد داره، خیلی چیزا بلده، این بچه احساس میکنه که حداقل یه باید 20 سالی این در اون در بزنه دنبال کسب تجربه باشه تا مثل پدرش بشه. این پدر حالا وضع مالیش هم خوبه. وقتی وضع مالیش خوبه، بچهش لازم نیست بره سر کار، از 3 سالگی لازم نیست بره سر کار، توی خونه میتونه بشینه. حالا نشسته چیکارش کنیم؟ آموزشش بدیم. بد نیست که این بچه بازی هم بکنه، تفریح بکنه. میدونید در گذشته نبوده، یه چیزای خیلی بدیهیه برای ماها، ولی در گذشته نبوده. یعنی نگاه به کودکی صرفاً یه نگاه ناظر به بزرگسالی بوده. مثلا قوم اسپارت، میدونید که قوم جنگجویی بودن دیگه، گفته میشه قوم اسپارت بچه‌هاشون که به دنیا می اومدن، پسر بچه‌ها رو میگرفتن وارونه آویزون میکردن توی بشکه شراب، یه چند دقیقه نگه میداشتن، بعد میآوردن بیرون.
اگه بچه مرده بود که میگفتن ولش کن دیگه این ضعیف بود، انداختن میرفت. اگر زنده بوده مونده بود مثلا آها این خوبه، این جنگاور خوبی میشه. ببینید اسپارتیا جنگاور بودن، جنگ براشون اصلی ترین چیز بود، مهمترین چیز براشون جنگ بود. این که حالا این بچه میتونه جنگجوی خوبی بشه یا نه، کاملا نگاه به کودک نگاه ناظر به بزرگسالیشه. اینا از 7 سالگی اصلا جنگاور میشدن. اگر اجازه بدید یه دفعه یاد یه کتابی افتادم که خیلی جالب به صحبت من و شما ربط داشت. جناب شاه آبادی سالها از مدیران کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان بودن. این کتابی هم که میخوام بگم یه کتابی اتفاقا برای سنین اوائل نوجوانی، من که تو اون سن خوندم و خیلی دوستش داشتم و از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میگل رو میخواییم بگیم، کتاب میگل که داستان اتفاقا یه کسی که دقیقا با همین بحران روبروه، یعنی به یک سنی رسیده که بچه ها دیگه بچه نمیدوننش، میگن تو بزرگ شدی، بزرگان بزرگ نمیدوننش، میگن تو بچه ای، و خانواده هم یا خانواده ایه که گوسفند دارن و گوسفند ها رو میبرن در واقع برای چرا. این بیماری های گوسفند ها هم که گفتی نتمالا برنگشن میبرنشون به کوهستان و میگل خیلی دوست داره با این گوسفند ها بره به ارتفاعات برای چرا، ولی بزرگا حاضر نیستن ببرنشون، میگن تو هنوز تجربه لازم برای آمدن به این سفر صعب و مشکل نداری. بله. کتاب خوبی و داستان بزرگ شدن یه بچه است و اینکه چجوری بزرگ ها میپذیرنش به بزرگی. حالا اسم رمان آوردین، یه رمانی هست به اسم درخت زیبای من. بله بله. از آقای خود واسکانسلوس دقیقا، که مرحوم نه مرحوم بازی میکرد توش آقای داود رشیدی توی فیلم آقای پور احمد ساخته بود دیگه، درسته؟ بله بله بله. بی بی چل چل روش ساختن. این داستان همینه، یه بچه‌ای که داره بزرگ میشه و از این معصومیت خودش فاصله میگیره و رنج میکشه، یعنی تماما داره درد تحمل میکنه تا آخر. اگر داستان آقای سونوی هم ترجمه کرده، ترجمه های متعددی داره و ترجمه آقای سونوی هم هست. این کار من اتفاقا امروز خیلی توی کتابخونه خودم گشتم با خودم بیارم اینجا نشون بدم، متاسفانه پیدا نکردم. حالا شما صحبت کردیم منم یادش افتادم. خیلی کار خوبیه، چقدر خوب شد که از دوتا کتاب خوب این حالا آره، برای فهمیدن رد شدن به مرحله بزرگسالی. جناب شاه آبادی، شما به عنوان نویسنده وقتی که می نویسید حواستون هست دارید برای کودک می نویسید یا برای نوجوان می نویسید یا اصلا درونی شده است موقع نوشتن دیگه خیلی فکر نمی کنید؟ ببینید وقتی شما دارید می نویسید، البته خودتون قطعا خیلی بهتر از من می دونید، دست به قلم دارید کار می کنید و خیلی خوب درک کردید، احتمالا تجربه مشترک بین ما. وقتی که دارید می نویسید واقعا اون فرایند اولیه نوشتن یک فرایند کاملا وحشیه و غیر قابل لگام زدنه، یعنی شما نمیتونید بگید که حالا وایس من فکر کنم که برای کی میخوام بنویسم، اینو بنویسم یا ننویسم. نه، شما متن خودتون رو اول می نویسید. حتی اگر وقتی برای کودکان می نویسید به این موضوع فکر بکنید که آیا کودک با این ارتباط برقرار میکنه یا نه، آیا این کلمه که من الان به کار بردم برای کودکان مناسبه یا نه، آیا این ترکیب جمله با تجربه کودکان سازگار هست یا نه، این عملا موجب میشه که بین شما و متنی که دارید می نویسید فاصله بیفته. وقتی فاصله افتاد دیگه فرایند خلق ادبی به اون معنی واقعی خودش اتفاق نمیفته. و از این منظره که بعضی از مثلا منتقدین ادبیات کودک مثل جک زایبس کلن ادبیات کودک رو یک امر ناممکن تلقی میکنن، احساس میکنن که ادبیات کودک رو نمیشه خلق کرد به دلیل اینکه همیشه فاصله هست بین نویسنده و متن. منتها من میگم اینطور نیست، شما میتونید در اون غلیان ذهنی خودتون قرار بگیرید، اون شور ذهنی رو حفظ بکنید، چیزی که میخواید بنویسید. ورژن اول کارتون که تموم شد، حالا از دل اون نویسنده از لباس نویسنده خارج بشید، با لباس یک منتقد به کار خودتون نگاه کنید، ببینید که کار برای کدوم گروه سنی مناسبه. بعد حالا بیاید اون وجه رو تقویت کنید. میدونید یعنی ما دو وجه نوشتن داریم، ما به عنوان نویسنده‌ای که ناگزیر باید حرفه‌ای هم باشه دو
دو مرحله از نوشتن رو پشت سر میگذاریم. یک بخشی که کاملا غریزیه، کاملا از ناخودآگاه ما در میاد و اصلا جلوش رو نمیگیریم. وقتی که تموم شد، حالا از منظر یک منتقد، احتمالا همون موقع در مرحله اولم ناخودآگاه ما داره کار خودش رو میکنه، میدونه، بله، معمولا هم همونجوری که میخوایم در میاد. ولی بعد حالا نگاه میکنیم، اگر احساس کردیم که مخاطب این کار نامشخصه، مشخصش میکنیم، تقویتش میکنیم. بعد تو بازنویسی های بعدی از منظر یک نویسنده حرفه‌ای، حتی مثلا ممکنه بگیم اینجا مثلا یه تیکه طنزم توش باشه، جالبه، اینجا مثلا دلم میخواد غمگین بشه، اینجا دلم میخواد این شروع فرق بکنه، دیگه اون مرحله پرشور رو پشت سر گذاشتید، حالا عاقلانه به کارتون نگاه کنید. جناب شاهبادی، عمیقا من لذت بردم، لطف دارید، خیلی خیلی دارم چیز یاد میگیرم، خیلی متشکرم. اگر موافقید یه استراحت کوتاه بکنیم ادامه بدیم. حتما. خیلی متشکرم، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از کدامین آیه بنویسم؟ از علا به ذکر الله تطمئن القلوبی که تنها آرامش بخش لحظات زندگی است؟ از آیه‌ای که میگوید برگرد من تواب رحیمم؟ از آیه‌ای که میگوید نترس من از رگ گردن به تو نزدیکترم؟ از آیه‌ای که مصلحت مرا بهتر از خودم می‌داند؟ از آیه‌ای که قول می‌دهد روزیم را فراهم کند؟ یا از آیه‌ای که می‌گوید برگی از درخت نخواهد افتاد مگر به اذن الهی؟ جناب شاهبادی، چی شد که از حوزه پر از خیال و فکر قصه و داستان وارد حوزه مستند و فکت و دقیق تاریخ شدید؟ خب من رشته دانشگاهیم تاریخ بوده، تا کارشناسی ارشد تاریخ خوندم و خب عاشق تاریخم، تاریخ رو خیلی دوست دارم. یه سری پژوهش‌های تاریخی انجام دادم و مطالعات مختلفی که داشتم و احساس میکنم که تاریخ خوندن خیلی تأثیر گذاشت روی داستان نویس شدن من. اجازه بدید یه مثال براتون بزنم. ببینید، گاهی اوقات من میگم آقا تاریخ مثلا خیلی جدی فلان، چون من کتاب‌های پژوهشی بزرگسالانه، حالا نسبتاً نمیتونم بگم سنگین، ولی به هر صورت یه کارهای متفاوت با فضای هنری دارم. میگن خیلی چه ربطی داره با اون، مثلا تو این حوزه هم کار می‌کنی، اونم کار می‌کنی. من همیشه میگم که ببینید، ماها به عنوان یه آدم تو زندگی خودمون از بد و تولد تا هر دوره‌ای که هستیم تجربه‌های مختلفی پشت سر می‌ذاریم، چیزهای مختلفی یاد می‌گیریم، آدم‌های مختلفی می‌بینیم، خاطرات تلخ و شیرین زیادی رو پشت سر می‌ذاریم، کتاب‌های زیادی رو می‌خونیم، فیلم‌های زیادی رو می‌بینیم. اینا هر کدومشون تجربه میشه برای ما و هر کدوم از این تجربه‌ها مثل یه شیار روی انگشت سبابه دست ما می‌افته. مجموعه این شیارها اثر انگشت ما رو می‌سازه و گفته میشه که در دنیا هیچ دو نفری وجود نداره که انگشت سبابشون اثر انگشتشون شبیه هم باشه. خب این وظیفه یه هنرمنده که اثر انگشت خودش رو پیدا بکنه و اون مجموع تجربه هایی که به ظاهر پیچیده هم هستن، تو همن، نظمی هم ندارن، رو بتونه نظم بده و تبدیلش بکنه به یه اثر انگشت خودش. وقتی پای یه اثر گذاشت، اون موقع این اثر اثر اونه، تبدیل میشه به یه اثر منحصر به فردی که هیچ نویسنده دیگه نمیتونه خلقش بکنه، هیچ کس، با اطمینان میتونیم بگیم هیچ کس. و حالا اون آدم منحصر به فرد اگر مورد توجه مردم قرار گرفت، یعنی ما با یک نویسنده ماندگار مواجهیم که در ابد در تاریخ خواهد موند. متوجه هستین؟ خب منم تجربه های مختلفی داشتم، شکل های مختلفی. من تئاتر هم کار کردم، سینما هم کار کردم، تاریخ مطالعه کردم، شاید مثلا تو حوزه های دیگه مثل جامعه شناسی و این حرفا هم. سینما به عنوان فیلم نامه نویس؟ نه، به عنوان فیلم ساز. من زمان که سینمای جوان بود، نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، فیلم های سوپر 8 و این حرفا کار میکردم و بعدها کارهای ویدئویی و این حرفا، یه چند تا کار کوتاه ساختم.
کار تئاتر دانشجویی و اینا نمایشنامه نوشتم، عرض کنم خدمت شما کارگردانی کردم، بازی کردم. خب اینا همشون قطعا یه جایی رو من تاثیر گذاشته. بی من یه کتاب دارم اینجا، اجازه میدین بهتون نشون بدم؟ حتما. کافه خیابان گوته. در واقع من اجازه میدین معرفیش کنم؟ بله خواهش میکنم. این رمان کافه خیابان گوته است. اینم ترجمه‌اش تو مصر چاپ شده، ترجمه عربیشه. کافه خیابان گوته، حمیدرضا شاه‌آبادی، نشر افق، درست عرض میکنم دیگه؟ بله. و اینم ترجمه عربی اون کتاب که در مصر چاپ شده. بله. بله، خانم امانی حسن، استاد دانشگاه عین الشمس قاهره، این کتاب رو ترجمه کردن. یکی دو سالی با هم در ارتباط بودیم. پارسال شنیدم جزو پرفروشای نمایشگاه قاهره بوده. خیلی خوشحال شدم از این بابت. بله میفهمم. بله، این کتاب در واقع جلد دوم رمان دیلماج هست. نمیتونم بگم جلد دوم، ادامه رمان دیلماج هست. این در واقع بله، دیلماج حمیدرضا شاه‌آبادی تقدیر شده در جایزه رمان متفاوت واو. جایزه واو در واقع همش اینجا هم اشاره شده به داستان‌هایی که زبان، بیان و نوع در واقع روایت خاص و متفاوتی که با روایت‌های مرسوم وجود داشت، با روایت خاصی نوشته شده بود داده می‌شد، که خب اینجا این رمان تقدیر شده در جایزه واو. نشر افق هم ناشر این کتاب. حالا می‌دونید چرا این کار متفاوته؟ ظاهر کتاب، ظاهر کتاب تاریخیه. یعنی شما باز میکنید در مقدمه نوشته شده که این کتاب درباره زندگی میرزا یوسف خان مستوفی است و الی آخر. و همه اینها رو من تقلید کردم، از سفرنامه های قاجاری تقلید کردم، از خیلی از نثر های قاجاری تقلید کردم. یه شخصیت تخیلی ساختم به اسم میرزا یوسف که تا مدت ها وبلاگ نویسا تو اینترنت ازش به عنوان یه شخصیت واقعی نقل قول میکردن، میگفتن به قول یوسف، میرزا یوسف مستوفی زندگی مثلا این گونه است یا هر چیزی. من خیلی ذوق میکردم که چقدر تونستم خوب جلب بکنم. خب این در واقع یه جایی که تاریخ و داستان رو من تونستم با هم قاطی بکنم و تجربه های تاریخی رو تونستم بیارم اینجا. من مدت ها روی اسناد تاریخی قاجار کار میکردم، نثر نامه‌نگاری قاجار رو خوب یاد گرفته بودم، نثر سفرنامه ها رو خوب یاد گرفته بودم، خیلی خوب تونستم اینا رو تقلید بکنم. توی ادامه کار یکی از نوادگان این میرزا یوسف توی همون داستان رمان کافه خیابان گوته، توی دهه مثلا 50 جذب یک گروه کمونیستی میشه و یک گروه چپ کمونیستی هستش که دارن مبارزه میکنن با رژیم شاه. اینها بین خودشون حالا یه ماجرای عشقی پیش میاد، بعدن بحث خیانت یکی از اعضای گروه به بقیه هست، گروه از هم میپاشه. حالا سالها بعد یه نفر توی آلمان اون کسی رو که در واقع بهشون خیانت کرده رو پیدا کرده و میخواد شکنجه بکندش و بکشدش. با یه داستان کاملا خشن مواجهیم و یه داستان کاملا سیاسی با ریشه های تاریخی. داستان از زبان کی روایت میشه؟ یک نویسنده ادبیات کودک که رفته آلمان یه بورس رو در واقع بگذرونه و اونجا حالا این آدم رو دیده و داستان رو با اون نگاه کودکانه خودش داره روایت میکنه. بعد مثلا وسط داستان یه مرتبه ما وارد داستان شنگول و منگول میشیم با زبان قاجاری، یه زبان در واقع چقدر مشتاق شدم بخونم اینا. خوشحال میشم اگر بخونیدش. قطعا میبینیم که اینجا داره در واقع با یه بحث کودکانه نگاه میشه، از یه نگاه کودکانه داره به یه موضوع خیلی سنگین نگاه میشه. بعد یهو مثلا داستان شنگول و منگول وسط میاد با زبان قاجاری منظوم. بعد خشونتی که تو داستان شنگول و منگول ما هیچ‌وقت بهش فکر نکردیم که شکم طرف رو پاره میکنه، نمیدونم اون بچه های خودش رو میاره بیرون و خیلی ماجراهای دیگه که توی نسخه قاجاریش خشن‌تر هم هست. خب بعد مثلا حالا وقتی که این آدم میخواد به اصطلاح خیانت بکنه، مثل اون گرگه میاد پشت در و میگه که من فلانی هستم و اشاره میکنه و نشانه از خودش نشون میده و اینها در رو باز میکنن، میبینن که مامورای امنیتی هستن، مامورای ساواک انداختن توی خونشون. ببینید قشنگ من تلاشم این بوده، حالا تونستم انجامش بدم یا نه، تلاشم این بوده که ادبیات کودک، قصه کودکانه رو بیام با یک داستان به اصطلاح بزرگ سالانه ممزوج بکنم، یه نگرش پست مدرن حالا در واقع داشته باشم. و این چهار راه دانسته های منه، چهار راه تجربه های منه، همون اثر انگشت منه. این داستان فقط من میتونم بنویسم،
کس دیگه نمیتونه بنویسه، فارغ از اینکه خوبه یا بده، در اومده یا در نیومده، موفق بوده یا موفق نبوده، ولی اینو فقط من میتونم بنویسم. کاملا درست، این اثر انگشت منه. خیلی خیلی توضیحات جالبی بود. آیش آبادی، از کی کتاب خوندین؟ چی شد کتاب خون شدین؟ با چه کتابایی؟ چه سیر مطالعاتی؟ من قبل از اینکه بخونم مینوشتم. واقعیت اینه که کلاس اول ابتدایی بودم، اول یا دوم شاید، تلویزیون اون موقع سریال نشون میداد به اسم تارزان و من خیلی این تارزان رو دوست داشتم. هر قسمتش هم یه قصه ای داشت برای خودش و من توی ذهن خودم قصه سازی میکردم برای این تارزان. سر کوچه ما یه آقایی بود، از این جعبه آینه ها میگیم، حالا ویترین های کوچیک داشت، چیزهای مختلفی میفروخ، از جمله یه سری دفترچه یادداشتایی بود، اینا از کناره های کاغذ درست میشد. الان من میدونم که کناره های کاغذ درست میشد که برمیگشت و اینا رو پانچ میکردن، یه جلد قرمز رنگ با قوایی خیلی خیلی ساده ای داشت با همچین اندازه ای، دونه یک قرم اینا رو میفروخ. نمیدونم حالا مثلا امروز بچه ها نمیتونن درک کنن یک قرم یعنی چی، دونه یک قرون اینا رو میفروخ. من میرفتم اینا رو میخریدم، میآوردم رو جلدش مینوشتم تارزان قسمت اول، بعد شروع میکردم برای خودم یه قصه تارزان مینوشتم. روزی مثلا مردی در جنگلی میرفت، شیری به او حمله کرد، قبل از اینکه مثلا شیر او را بخورد مردی نعره کشید، پرید پایین، گفت من تارزانم، من تو را نجات میدهم. یه آی خواستم آفرین. آره همون اون صداها رو هم خودش در می آورد، اون صدا رو که میداد فیلا میمدن به کمکش. دقیقاً آره، میمونا و فیلا. میمونا که دوستای چیتا بودن، فیلا با اون صدای تارزان. تجربه مشترک داریم با هم دیگه، خاطره مشترک داریم. آره اینجوری در واقع این اولین کارهایی بود که من اون موقع مینوشتم و خیلی برای خودم الان بهش فکر میکنم جالبه که انگار یه چیزایی از اول آدم تو تقدیرش هست، انگار باور کرده که باید اینجوری بشه. حالا من اون موقع خیلی دلم خواست به تناب آویزون بشم مثل تارزان، از این درخت برم اون درخت که خب میدونی من شدم و ثمرش هنوز روی صورت برادر کوچکم هست. من گفتم تارزانم، یه تیغ برداشتم، یه درخت موی توی حیاتمون بود، رفتم بالای این درخت مو و یه مرتبه پرت شدم پایین، تفلک برادرم این کنار بود، این تیغ افتاد روی لبش داره برید و هنوز یه اثر محوی رو صورتش هست که من هر وقت میبینم شرمنده میشتم. این خاطره تارزان بازی ماست هنوز مونده اونجا. تارزان میمد به کمک بقیه شما، یه زخمی هم ایجاد کردن. آره بعدها خب کتاب خوندن، خب شاید بشه گفت که مثلا با کتابایی که خواهر برادرام می آوردن خونه، خواهرم و برادرم می آوردن خونه شروع شد. کتابایی رو من تورق می کردم، نوکی بهش می زدیم به قول معروف. بعد کتابایی که تو مدرسه، تو مسجد، جاهای مختلف بهمون هدیه می دادن، جایزه می دادن. اگه کتابی هست که تاثیرگذار بوده، یادتون مونده، یا حالا خیلی شیرین بوده یا خیلی براتون مؤثر بوده، لطفاً اگه اسمش یادتون باشه. آره میتونم بگم بهتون. کلاس پنجم ابتدایی بودم، من چهارم کتابخونه کانون رو کشف کردم که خودش دنیایی بود و مثلا من با کتاب تاریخ سینمای آرتور نایت ترجمه آقای نجف دریابندری عاشق سینما شدم. جالبه من فیلم ندیدم عاشق سینما بشم، کتاب خوندم عاشق سینما شدم و این عشق اصلا دوره ما فیلم زیاد نبود. دقیقاً به همین دلیل این عشق هنوزم در من هست به واسطه همون کتاب. یعنی انقدر خوب زبان سینما رو آموزش داده بود که مثلا شما بیای از بالای یه نفر نشون بدی کوچیک دیده میشه، تحقیرش میکنی، از پایین نشون بدی بزرگ دیده میشه، اینا قشنگ تو ذهنم مونده هنوز و خیلی لذت بردم. ولی پنجم ابتدایی بودم، یه روز رفتم خونه یک همکلاسیم و در واقع یادم که نهارم خونهشون بودم. تو همون فضاهایی که بودم توی یه قفسه‌ای داشتن کتاب گذاشته بودن توش، من یه نسخه بینوایان دیدم. نسخه کاملی نبود ولی نسخه کوتاهی هم نبود، نسخه نسبتا مفصلی بود. گریگور یقیکیان ترجمهش کرده بود. قشنگ اسم مترجمم خاطرم هست. اینو من گرفتم بردم خونه و برای اولین بار لذت رمان رو چشیدم. لذت رمان که واقعا هیچ وقت فراموشش نمیکنم و هنوز که هنوزه شاید یکی از بهترین شادی های من تموم کردن یه رمانیه که دوستش داشتم، ازش لذت بردم و ساعت ها بهش فکر میکنم. چه لذت، خیلی خیلی لذت. خیلی خوب.
شما هم همین حس دارید، دقیقاً یه قله رفیع فتح شد. دقیقاً اینکه آدما رو می‌شناسی در واقع از اول تا آخر زندگی باهاشون هستی. آدم کتاب رو برمی‌داره یه اینجوری. آفرین. و اینا رو خوندم. خب این تو بچگی هم خیلی بیشتر بود. این همه رو خوندم ببین مثلا. آره این بینوایانه رو خوندم خیلی بهم چسبید. بعد بلافاصله دفتر سردبگ برداشتم شروع کردم به نوشتن اکراما. آره داستان یه بچه بود که پدر خیلی بدی داره، مادرش مریضه، بعد پدر اینو مجبورش میکنه به دزدی، شب میره خونه یه نفر دزدی بکنه، صابخونه میگیره داشت، صابخونه آدم خوبیه. الان یه مرتبه به ذهنم رسید، شاید مثلا این صابخونه مثل همون اسقف بینوایان باشه. خلاصه از این نگهداری میکنه و اینها و هیچ وقت البته تموم نشد، شاید مثلا تا همین حد باشه نوشتم، ولی باز برام جالب بود که اینقدر ذهن من یه مرتبه تحریک کرد و دوست داشتم رمان بنویسم. اگر بعدها هم کتابی هست که دوست دارید از زبان شما معرفی بشه که بیننده های ما در واقع بخونن، لطفا معرفی بکنید و بریم سراغ کتابایی که خودتون آوردید. ببینید کتاب معرفی کردن یه بحث، این که به یه نفر بگید چی بخون یه بحث دیگه است. بیهقی جمله قشنگی داره، میگه و هیچ نوشته نیست که آن به یک بار خواندن نیرزد. هیچ نوشته نیست که آن به یک بار خواندن نیرزد. اینجوری که نگاه میکنیم با مفهوم کلی کتاب باید ارتباط داشته باشی. باید همیشه کتاب بخونی، باید ذهنت فعال بشه و با اون تجربه خودتون، اثر انگشت خودت، اون نیاز خودت کتاب پیدا بکنی. میدونید خیلی من معقول نمیدونم که یه ذره الان قبول دارید که به خاطر اینکه زمان فرق کرده با دوره ابوالفضل بیهقی الان یه کمی آدم باید تجدید نظر بکنه تو این جمله، چون الان اینقدر منبع برای خواندن زیاده و اینقدر برای به دست آوردن همون اثر انگشت در واقع کثیر منابع که آدمی که سراغ هر چیزی نباید بره، باید سعی کنه بره سراغ چیزایی که یا احتیاجشه یا مورد علاقهشه یا در مسیر حرکتشه. ببینید حرف شما یه حرف درست جا افتاده تو در سطح جامعه ماست و همه جوامع. شاید من یه دوستی داشتم میخواست بره خارج از کشور کشاورزی بخونه، گفت میخوام برم دکترای کشاورزی بگیرم. گفتم خب کشاورزی مثلا این چیزی هم داره، به قول معروف چی میگن، گرایشی هم داره. گفت آره. گفتم چه گرایشی؟ گفت انگور. بعد گفتم خب انگورم مایه شد گرایش؟ گفت من انگور قرمزم میرم، فقط در مورد اون پایان‌نامه قراره بنویسم. حالا این با درک اون موقع من شاید خیلی حرف چیزی نباشه، ولی میخوام بگم اینقدر جزئی شده علوم و حرف شما درسته، اما از منظر من نه، من دنیا رو یه جور دیگه میبینم، زندگی رو یه جور دیگه میبینم. من احساس میکنم مثل یه بچه‌ای هستم توی شکلات فروشی بزرگ. نمیتونم مثلا بگم که آقا من فقط میخوام شکلات شیری بخورم. میخوام بدونم شکلات تلخ هم چه مزه‌ای میده، شکلات نمیدونم توت فرنگی هم چه مزه‌ای میده. ولی همین رو دوست دارید. اگر یه شکلاتی باشه که طعمش رو دوست ندارید یا مطابق میل شما نیست که لزومی نداره خودتون مجبور به خوردن. مسلما همونه، ولی میدونی من میخوام شکلات فروشی رو درک کنم نه شکلاتو. من میخوام دنیا رو بفهمم. فکر کنم با هم عقیده ای. من میگم که الان دیگه اینقدر کتاب خوب زیاده که اگر کتابی رو دوست نداریم فکر نکنیم چون شروع کردیم موظفیم تمومش کنیم. اصلا بزرگترین اتفاقی که آیسته تو زندگی شخص من افتاد این بود که با خودم عهد کردم کاری رو که ازش لذت نمیبرم صرفاً به خاطر توصیه دیگران و اینکه تو مجامع مطرح شده و همه دارن در موردش حرف میزنن نخونم. خیلی اوقات دیدم تو جمعای دوستانه آدمها دارن راجع به کتابهایی حرف میزنن که مطمئنم نخوندن، با هیجان دارن در موردش حرف میزنن و میتونم قسم بخورم کتابو نخوندن. من یه دوستی داشتم، امیدوارم مصاحبه نشنوه، همیشه در مورد رمان مداد پاکون ها از آلن روبگیریه حرف میزد، مفصل هی در مورد رمان گیری روبگیریه اینجور مداد پاکون ها اونجور. یه شب ما نشستیم با هم بحث میکردیم، گفتیم آیا میشود داستانی باشد که شخصیت هاش همه شی باشن؟ گفت بله مداد پاکون ها. و من فهمیدم این آدم اصلا مداد پاکون ها رو نخونده، از روی اسمش داره میگه، فکر میکنه یه داستانیه که شخصیت هاش همه مداد پاکون ها. میدونی همونجا احساس کردم که آقا اگه میخوای رو پا خودت وایسی،
اگه میخوای جایی برسی، میخوای چیزی بفهمی، از این جمع و کش بیرون روپا خودت وایسا، با فکر خودت، با اندیشه خودت، خودت انتخاب بکن. الان به این نتیجه رسیدم که آقا زندگی اینقدر هم چیز عجیب غریبی نیستم بخوام جدی بگیرمش، برم متخصص فلان موضوع بشم. ممکنه خیلی ها بخوان این کارو بکنم، برم بکنم، منم براشون خیلی احترام قائلم، ولی من امروز تو این سن دلم میخواد زندگی رو بفهمم، دلم میخواد دنیا رو بفهمم کلی. میدونم که هیچ وقت کامل نمیفهمم، به قول سهراب میگه و هیچ ماهی هزار و یک گره رودخانه را نگشود، قطعا برای ما این پیش نمیاد. کار ما شاید این است که افسون گل سرخ شناور باشیم، در نهایت همینه. دلم میخواد شناور بشم، از این لذت میبرم. عالی عالی عالی، بی نظیر. اگر اجازه بدین من کتابایی که آوردین رو معرفی بکنم. خواهش میکنم، ببخشید. من باید بله از شما کمک بگیرم. باید کمر درد کنم. بله پس بقیه هم جناب شما بودید. بله بله بله، خدمت شما. آی خدای من. درست شما در این ورزش کردن خودتون باید یه تجدید نظر نه بکنم. نه من یه مربی خیلی خوبی دارم، ولی من اشتباهی که کردم اینه که به حرفش گوش نکردم. لالایی برای دختر مرده، حمید رضا شاه‌آبادی، رمان نوجوان، نشر افق. بله. هر کدوم اگر توضیحی داره بفرمایید. نه یه رمان نوجوان در دوره قاجار میگذره. بسیار عالی. اعترافات غلامان، جناب شاه‌آبادی نویسندشن و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ کرده. بله این یک رمانی هست درباره زندگی امام رضا علیه السلام. فکر میکنم سال 87 من این رو نوشتم. بسیار عالی. دایره زنگی، جناب شاه‌آبادی نوشتن و انتشارات سوره چاپ کرده. بله. سوره مهر. بله. این مجموعه داستان کوتاه هست که تجدید چاپ شده. چاپ اول سال 80 بوده. افسانه تیرانداز جوان، جناب شاه‌آبادی نویسندن، تصویرگر آقای پرویز اقبالی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. بله اینم یه کار قدیمی، خوشبختانه کانون به تازگی با تصاویر خیلی بهتری و در یک قطع خیلی بهتری اینو منتشر کرده. متاسفانه هنوز به دست خودم نرسیده و یعنی میآوردم که ببینید. خیلی خیلی متشکرم. مقدمه‌ای بر ادبیات کودک، بحثی در شناخت مفهوم دوران کودکی که کانون پرورش فکری کودکان. بله یه بخشی از حرفایی که اول جلسه امروز با هم داشتیم در واقع از این کتاب هست. این در واقع این که کودک اصلا چیه و تحول مفهوم کودکی چگونه بوده. کتاب بسیار جالب و خواندنیه که چند جلدم هست. انقلاب مشروطه، پایان دوره قاجار، جناب شاه‌آبادی نوشتن. بله یه مجموعه هست به اسم داستان فکر ایرانی از دوران باستان تا مشروطیت که جلد مشروطیتش رو من نوشتم. اگه تعریف از خود نباشه فکر میکنم این کتاب خیلی موجز و خوبیه برای اینکه یه نفر بخواد کامل مشروطیت رو بشناسه، چه زمینه های فکریش رو، چه حوادث تاریخیش رو، این خیلی به دردش میخوره. خیلی خیلی ممنونم. اولمپیاد شاعران مشروطه، خانم آذردخت بهرامی، سوره مهر چاپ کرده. نه نه این مورد انتشارات مدرسه است. بله بله انتشارات مدرسه است. رمان انتشارات مدرسه. بله این داستانیه، یه رمانه برای نوجوانا. گفتم برای چند تا رمان نوجوانم بیارم معرفی بکنم. که خانم بهرامی نویسنده بزرگسالان آره، هم هستن. آره طنز فیلمنامه نویس هم هستن. بله. بله. یه داستان طنزه که در دلش میشه با ادبیات مشروطیت آشنا شد. کار جذابیه به نظر من. توضیح داده شده در کتاب درباره ادبیات مشروطیت. بله بله. 7 دقیقه به شلیک، جناب مصطفی خرامان، رمان و انتشارات مدرسه. بله آقای خرامان از نویسنده‌های انتشارات مدرسه هستن. یه داستان پلیسیه. یه داستان جذابیه. جادوی در جعفر توزنده جانی، این یه خود بد نوشتن جلوش. دژ، جاده دژ. جاده خیلی عذرخواهی. آره جاده دژ، جعفر توزنده جانی، انتشارات مدرسه. آره جادوی دژ داستان میرمهناس در واقع. چرا میرمهنا هم بهش میگن و جنگی که با هلندی ها داشته و اینها. داستان پر هیجان و قشنگه، در این حال تاریخی هم هست. چقدر کتابای خوبی داره برای کودکان و نوجوانان چاپ میشه. واقعا جای خوشحالیه. واقعا اقلیم هشتم، جناب محسن هجریک، از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. سالها پیش در کانون، حدود 10 سال پیش، پروژه‌ای اجرا شد به اسم رمان نوجوان امروز.
من دبیر اون پروژه بودم و نزدیک 55 تا نویسنده تو این پروژه کار چاپ کردن. کارهای خیلی خوبی توشون چاپ شد. بعضی کارا دیده نشد. از جمله این کار، این داستان خیلی خوبیه. این داستان زندگی سهروردیه. چند ماه آخر سهروردی در زندان پاساژ میزنه به ماجرای جنگ‌های صلیبی و صلاح الدین ایوبی و خیلی چیزهای دیگه که به نظرم واقعا کار خوندنی هست. چون وقتمون تموم شده یه ذره سریع‌تر معرفی می‌کنم. سایه هیولا، جناب عباس جهانگیریان، کانون پرورش فکری کودک. یه رمان زیست‌محیطی خیلی عالیه. خیلی ممنونم که این کتابا رو، خیلی کتابایی که مهمه که بیننده ها اونایی که نوجوان تو خونه دارن، خود نوجوانا بتونن در واقع بشناسن و بخونن. لالو، جناب یوسف قجق، کانون پرورش قجق، برای نویسنده قجق، ایشون ترکمنه. به به. و داستانش هم تو فضای ترکمنی میگذره. داستان یه پسر لالیه که تار میزنه. خیلی داستان شیرین و جذابیه. اگه کسی بخواد قصه قشنگ بخونه و ساده و راحت لذت ببره. بله، عالی. معصومیت و تجربه، درآمدی بر فلسفه ادبیات کودک، جناب مرتضی خسرو نژاد، نشر مرکز. کتابای خود با هم قاطی شد. استاد دکتر خسرو نژاد حق بزرگی و گردن ادبیات کودک ما دارن و مفهوم فلسفه ادبیات کودک رو در این کتاب خیلی خوب توضیح دادن. خیلی ممنون. و کتاب آخر، کتابی که قبلا هم بارها در کتاب باز درباره‌اش صحبت کردیم، کتابی که خیلی هم هر کی خونده دوستش داشته، خیلی خیلی زیاد، دروازه مردگان، که 3 جلد و نشر افق چاپ کرده و رمان ترسناکی هم هست. بله، من این کار خودم خیلی دوستش دارم و خوشبختانه موفق بوده. بله. موقعی که رمان ترسناک می نویسین شاه‌آبادی نمی ترسین؟ موقعی که رمان ترسناک می نویسم نمی ترسم، ولی موقعی که رمان غم انگیز می نویسم بد جور غمگین می شم. یعنی خیلی به هم فشار میاد، صحنه هایی که غم انگیزه، صحنه هایی که یه خورده تلخه. این ها گریه می کنی؟ بد جور. خصوصا لاله ورا دختر مرده یادم میاد که خیلی اذیتم میکرد موقع نوشتن. چند تا فصلش رو واقعا تو حال بدی نوشتم. عجب. ولی ترسناک نمیترسی؟ نه دیگه، الان بزرگ شدم دیگه. خب ترس که کوچیک بزرگ نداره. نه دیگه الان. ولی جالب بود که گفتین وقتی که دارین یه صحنه می نویسید که پر از احساس، خودتونم تحت تاثیر قرار گرفتید. وقتتون تموم شده وگرنه خاطرهای زیادی داشتم از نوشتن. خب ولی ما خیلی امیدواریم که برنامه کتاب باز فصل‌های بعدی داشته باشه. اینقدر شما صحبتاتون شیرینه و من مطمئنم اینقدر گفتنی دارین که من پیشاپیش میخوام خواهش کنم فصل‌های بعدم لطف کنید و باز هم به کتاب باز بیاین. خواهش میکنم. خیلی صحبت موند. بله، منم خوشحال میشم. من این برنامه رو دوست دارم. تعریفش هم از دوستان خودم شنیدم، دیدم که مردم هم خوب میبیننش و قطعا برام باعث خوشحالیه بازم بیام. خیلی متشکرم. ما سردیست بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. چون وقتمون تموم شده، من بعد از برنامه یکی تقدیم حضورتون خواهم. خیلی لطف میکنم. خیلی خیلی متشکرم. متشکرم از شما. آقای مسعود فراستی، سلام. سلام مرد عزیز. ارادتمندم. آخرین برنامه ما با شما در ماه مبارک رمضانه. امیدوارم که در فصل و فصلهای بعدی کتاب بازم خدمت شما باشیم. انشاءالله. تو دو تا برنامه قبلی 100 کتاب محبوب زندگیتون رو گفتید که خب برای بیننده‌های ما هم خیلی جذاب بود، خیلی کنجکاوی برانگیز بود که آقای فراستی 100 تا کتاب مورد علاقش در زندگی چیه. امروز هیجان انگیزتر هم هست، چون قراره درباره، یعنی 100 تا فیلم محبوب زندگیتون رو به ما معرفی کنی. باش بریم اولش. فیلم یک سرگیجه هیچکاک. یه جمله بگم براش. بله. من فکر میکنم سرگیجه، غیر از اینکه فیلم فوق‌العاده‌ایه و بی‌بدیله، تعریف سینماست. یعنی چی تعریف سینماست؟ و مظهر سینماست. سینما یعنی رویا. سایه ترین چیزی ممکن. و سرگیجه ته رویاست. سرگیجه ساختن رویا در درون فیلمه. کاراکتر اسکاتی جیمز، جیمز سوارت، یه موجود رویایی خیالی عجیب و غریب
یک تندیس، یک تمثیلی میسازه که خودش باور میکنه و ما هم از پس باور اون باور میکنیم و تایش که اینو از دست میده برمیخواد بگرده به واقعیت دیگه نمیتونه. خب این سینماست دیگه. یعنی سرگیجه درباره دیدنه، درباره خلق کردنه، درباره رؤیا بینی، یک رؤیا بینه، درباره رؤیاست و درباره سینماست. این فیلم اوله. 1957 هیچکاک. دو، آخرین فیلم برگمانه، ساراباند. 2003 آخرین فیلم اینگوار برگمانیه که دوستان میشناسن و فیلم عجیبیه، فیلم ساده عجیبیه با بازی های با چهار تا آدم، لی وولمان و ارما جوزفسون و دو تا جوان تر. یه جوری به نظرم جمع‌بندیه همه زندگی برگمانه با در واقع زوجهای مسن و جوان مواجهشون با هم و پدر و دختر، هر دو ویولونیست، یکی استاد یکی شاگرد، پدر و پسر قهر، لی وولمان و شوهر سابق 80 خورده‌ای ساله کات شده بازگشت. این بازگشته و لی وولمان دو تا دختر داره که در یکیشون در تیمارستانه، دیگه کسی رو نمیشناسه. آخرین جملهش اینه: مارتا رو لمس کردم، مارتا دخترش. یعنی همه این برای اینه که لمس کنه، نوازش کنه دختر مریضی که دیگه نمیشناستش و اونم لمسش نکرده. اینجا همه دیگه فیلمه و بی نظیر. میرسیم به اینجا، ساراباند برگمان در 80 سالگی 2003. موسیقی رو موسیقی باخه، عنوان فیلم هم مال باخه، ساراباند. یه موسیقی کوتاهه که باخ ساخته و فیلم در واقع یه جوری اون رو سینمایی کرده، تصویری کرده. روایت دو تا دوئت، در واقع چهار تا دوئت. برگمان وقتی ساخته بیشتر از 80 سال سنش بوده. سال هم بود که فیلم را ساخته بود دیگه. یعنی بعد از فانی و الکساندر دیگه برگمان فیلم نمی سازه. چیزی نزدیک 2 دهه. بعدی هم میگه که من احساس درد زایمان دارم و سرابان متولد میشه. فوق العاده است. فیلم سوم ارتش سایه ها مال ملویل، ژان پیر ملویل که میشناسن همه. 1969. من به نظرم این فیلم مهمترین، بهترین، انسانی ترین فیلم ضد فاشیستی تاریخ. داستان جنگ جویان جبهه مقاومت علیه فاشیسم و علیه اون طرفدارش تو فرانسه. فیلم عجیب با یه بازی برای همیشه به یاد موندنی، لینو ونتورای عزیز. فیلم بنیان کنی هست، بهترین فیلم ملویله و به نظر من از بهترین فیلم های تاریخ سینما. فیلم چهارم یه وسترن کوچولوی ظاهراً کوچولو، یه وسترن ساده، یه کلاسیکه که همه دیدن احتمال زیاد، از هوارد هاکس، ریو براوو. یه جامعه این معرکه، یه دین مارتین عجیب غریب، یه فیلم سرپا، یه فیلمی که همیشه میشه دید و لذت برد و سینما.
فیلم پنجم مال جان فورد بزرگه، جویندگان. جویندگان در واقع یه فیلم کالت دیگه، یعنی از یه فیلم عالی فراتر میره، تبدیل میشه به یه کالت ویژه وسترن. با نمای اول و آخر فیلم اگه خاطرت باشه، نمای اول دری باز میشه و دوربین تو اتاقه، در سیاهی در کنار میره و ما بیرون رو میبینیم و یک زن جلوی در منتظر. این نمای آغاز و جان فورد اصلا با این قاب بندیاش. نمای آخر جان وین رو میبینیم که وظیفهش انجام میده، اونا رو برمیگردونه پشت به خانه میشه و میره. اینجا خانه، اونجا هم خانه، اینجا انتظار، اونجا رفتن معلومیست بکنه. فیلم عجیب و غریب، دیدنی، به یاد ماندنی، تدریس کنن شدنی، میزانسن یاد میده با آدم و آدم میسازه و بی‌نظیره. شاید جویندگان مهمترین وسترن تاریخ سینما باشه. این که من ریو برابر جلوتر گذاشتم به دلیل سبوکی و شیطنت هاکسه و جویندگان فیلم سنگینی برعکس. فیلم بعدیمون داستان کاراگاه مال ویلیام وایلره، دتکتیو استوری، با یه قصه ساده کاراگاهی، با یک بازی به نظر من بی‌نظیر در تاریخ سینما از کرک داگلاس. فیلم 4 سال تا 5 سال تو استیج، تو صحنه اجرا می‌شده مدام. وایلر می‌بینه اجرا رو و سینمایش می‌کنه و می‌سازه. خیلی فیلم ساده سختیه. لوکیشن یه همچین چیزی، دکور ماست اندازه این، یه کلانتر، یه فکستانیه، تمام لوکیشن 95% و یک لحظه فیلم تئاتری نمیشه. یک لحظه تو رو نمیبره به اینکه داری تئاتر میبینی یا بیسش تئاتر. اصلا داستان من به نظرم داستان سازش و عدم سازشه. یک کاراگاه بی نظیر سازش ناپذیر با مجرمین، به خصوص با مجرمین ثروتمند و عدالت خواهی این آدم. اما این سازش ناپذیری که قطعا تو و من و همه طرفدارش میشن، به سازش ناپذیری با ضعف‌های همسرش که عاشقشه و اونم همینطور میانجامه و وحشتناک میشه. تشو دیگه نگم که ببینید، ببینید چقدر کار عجیبیه. فوق العاده است. داستان کارگاه مال 1951. فیلم بعدی یه فیلم خیلی سبکه، خیلی سبک، کمدی، عشق در بعد از ظهر، بیلی وایلر عزیز، 1957. عشق در بعد از ظهر، اودری هپورن و گری کوپر، و داستان اودری پدرش و گری کوپر و شیطنت های عالی بیلی وایلر. یه فیلمی که همیشه میتونه سرگرم کنه، بخندونه و عشق بگه. کمدی فوق العاده. فیلم بعدی یه فیلم خشنه، برخلاف اون، مرد عوضی هیچکاک. مرد عوضی هیچکاک به نظرم منهای سرگیجه هستن، اونو بذاریم کنار. شالوده یه هیچکاکه، عوضی گرفتن بیگناه با گناهکار، که این تم همیشه هیچکاک. تو مرد عوضی هیچکاک کار بی نظیری میکنه. این عوضی گرفتن رو تا مرحله نابودی میبره و مرد عوضی که بیگناهیش ثابت میشه
زن عوضی میشه، زن مریض میشه و میفته تیمارستان. چرا زن جای مرد قرار میگیره؟ اون به دلیل اینکه اتهام یه دزدی 70 دلاری داشته، زن به دلیل اینکه به شوهرش شک میکنه. تاوان این شک میوانه که فیلم پلان به پلان قابل بحثه، قابل آموختنه، سینما یاد گرفتنه و به شدت انسانیه. منهای سرگیجی بهترین فیلم هیچکوک. فیلم بعدی باز دوباره یه فیلمه. فیلم چندومه الان؟ مغازه گوشه خیابان فیلم نهمه. مال لوبیچه 1940. انقدر این فیلم سبکه. داستانه یک مغازه کفش و کیف فروشیه تو گوشه یه خیابونه در مجارستان. و صاحب مغازه و تمام رابطه آدم ها و عشق. خیلی مفرح، خیلی تراژیک، خیلی انسانی و پیروزی عشق. وایلدر و لوبیچو بغل هم گذاشته بودید که وایلدر بارها گفته که به شدت تحت تاثیر لوبیچ هم بوده. بله، دستیارش بوده، تحت تاثیرش بوده. اصلا هر جایی که خیلی راضیه میگه لوبیچیه. بله، دو تا قول کمدی در تاریخ سینما. مغازه گوشه خیابان عرض کردم 1940. فیلم دهم. دهم. فیلم خیلی ناجور، هولناک، اذیت کننده، بی‌نظیر. فریادها و نجواهای اینگوار برگمان. ما اسم چند تا فیلم ساز من هی توی این صد فیلم تکرار کردم. چون به نظرم این فیلم ها قبل از که مثلا فیلم ساز باشه خود فیلم ها. فریادها و نجواها داستان سه خواهره که یکیشون در شرف مرگه و نوع مرگه که تاریخ سینما ندیده هم چیزی که بعد از مرگ هم عشق تو چششه و گریه میکنه و فیلمی درباره مرگ، زندگی. باید ببینید فریادها و نجواها رو باید دید. منتها من واقعا خواهشم اینه که از بعد دوستانی که تعقیب میکنن برنامه رو و احیانا لیست رو سریع نرن سراغ این فیلم. فیلم های سبکتر برگمان رو ببینن، بعد جزء فیلم های آخری که باید ببینن از برگمان. آقای فراستی الان ده تا رو که فرمودین، چرا وقتی آدم فهرست اکثر منتقدین رو نگاه میکنه، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، با وجودی که صنعت سینما پیشرفت داشته، با وجودی که تکنیک ها گسترش پیدا کرده، با وجودی که زبان سینما در واقع توانمندیش بیشتر شده، تجربیات گذشته ها بوده، آدم اون تکنیک های قدیمی ها رو، نوع قصه گویی قدیمی ها رو دیده، الان ارتقا داده، باز فهرستا همیشه توش آثار کلاسیکه و آثار روز کمتر هست. من این سوال رو یه سوال جواب بدم؟ بله، ولی من جواب سوال شما سوال از تو و همه کسان که این سوال دو رو دارن. چرا ما 2000 و چندیم؟ 21 می چندیم؟ 21. چرا هنوز به نظر من و احتمال خیلی زیاد تو دو تا آدم اصلی ادبیاتمون داستویفسکی و بالزاکن؟ چرا دیکنز همچنان زنده است؟ چرا پیرمرد و دریا؟ چرا نه یه رمان امروزی 10 سال اخیر، 20 سال اخیر؟ چرا حافظ هنوز زنده است و شاعر امروز ایرانی زنده نیست؟ چرا؟ جواب ندیم هر دوم. برای اینکه هنر نه با رشد تکنولوژی سینمایی رشد میکنه، نه با رشد زمانه از ما قبل مدرن به مدرن و پست مدرن رشد میکنه. هنر با انسان رشد میکنه، انسانی که مواجهش با جهانی مواجهه دیگه است. چرا وقتی تو راجع به تراژدی حرف میزنی
همچون آنتیگونه و ادیپ وامیسن بالا هست همه. چی بوده داستان؟ داستان این که این آدم ها مواجهه جدی با جهان داشتن و اون جهان جهان باورمندی بوده که توش اساطیر معنی میداده، اسطوره معنی میداده. داستان این مبارزه خیر و شر به شکل واقعی بوده، خدا نمرده بوده. خدا برای مدرنیسم مرده، جمله نیچه است دیگه، خوبم از این جمله که در عصر مدرن خدا مرده. یعنی آدم ها فهم کنن خرد رو جای خدا گذاشتن، اونجا خدا زنده است و خدایان هم هستن. این از یه طرف. و طبیعت مواجه انسان با طبیعت واقعی بی واسطه بوده. خب هرچی از این دور شدی، چرا همه بزرگان وقتی دارن از هنر حرف میزنن، بزرگانی که ما قبول داریم، همشون بر میگردن به دوران یونان و باستان، هنوز میگن آقا این مجسمه ها، این مطلب هایدگر رو بخون راجب آنتیگونه ببین چیه. چرا امروزی نه؟ چرا امروزی که میگم دوره خودش دیگه 1940-50-60، چرا اونا نیست؟ حافظ مگه تکرار شدنیه؟ مولانا، سعدی مگه تکرار شدنیه؟ آره چند قرن پیشن؟ امروز زنده هن. بی خودی اسمش تو دهان ما نیست، اسمشون زنده. مردم بهشون رجوع میکنن، هم مخاطب عام دارن هم مخاطب خاص دارن. سینما، موسیقی، نقاشی، ادبیات، همین. چرا در قرن دوره لئوناردو و میکلانج این همه آدم حسابی تو نقاشی و مجسمه‌سازی میان؟ چه زمانه ایه؟ این زمانه رو باید بگیم دیگه که خیلی هم از بحثمون خارج. وقت متاسفانه زیاد نمونده. 90 فیلم مورد علاقه شما موند برای فصل بعد. ولی خب به جاش الان 1 تا 10 رو میدونیم چیه و فرصت داریم ببینیم و بعد بریم سراغ 90 تای بعدی و فصل بعد. خیلی خیلی متشکرم و خدا نگهدارتون.